باری کن نفس به تو دستور، نده عقل دستور بده. اصل دوم خیلی جالبتر از این اصله، اصل مبارزه با گناه در مستحبات. مبارزه میکنی با گناه تو مستحبات. قرآن یه عبارت آیه خیلی قشنگی داره، میگه و اما من خاف مقام ربی و نهی النفس عن الهوا، میگه اون کسی فإن الجنة هي المأوى، کسی به جنت میرسه مأواش اصلا خونشه، جای امنشه، مال خودشه جنت. این کیه؟ میگه و اما من خاف مقام ربی، اون کسی که به مقام خوف از ربش رسیده و نهی النفس عن الهوا، و نفس خودش رو، همون بحثی که هم داریم در مورد نفس میکنیم، نهی میکنه از چی؟ عن الهوا. دقت کنید، نمیگه عن الذنب، نمیگه نفس خودش رو نهی میکنه از گناه. اشتباه نکنید، قرآن خیلی عبارتش دقیقه، میگه نهی میکنه نفسش از چی؟ از هوا. فرقش تو این چیه؟ گناه بده، اما هوا همیشه گناه بگید نیست؟ خیلی هوا هست گناه نیست. هوس کردم بریم لیوان آب بخورم گناهه؟ نه والا، نه والا. میگه ببین، کاری کن نفس به تو دستور نده، عقل دستور بده. مصحبا چجوری باید مبارزه کنیم با نفس؟ الان بهتون میگم، نفس به تو جرأت پیشنهاد دادن هیچی دیگه نداره. عباس بابایی سیب خوردن گناه داره؟ والله بله، من که حروم باشه و مال خودمون نمشون. عباس بابایی سیب قرمز خیلی دوست داشت. این سیبو 10 دقیقه نگاش میکرد، بو میکرد، یه خورد اینجور چاقو چاقو میزد روش، این بوش بیشتر بشه. بعد تا میخواست بخوره میگفت تا 3 روز سیب ممنوع. ببین ما حلال خدا رو بر خودمون حرام بگید نمی کنیم تا ابد، بگیم تا 3 روز ممنوع. این نفس دیگه پیشنهاد نمیده اینو میخوام اونو میخوام. این چی میگه؟ شیطون میگه اینو میخوام، یه خفشو برو بابا، این همینجور سیب عادیشو نمیخوره، برم مال حرام بخورم. دالمونی میگه من بدبخت باید بیچارگیشو بکشم. بشین ساکت شو بینمون. شروع میکنه نه گفتن به شیطون، همون نفسی که تا دیروز جفتک مینداخته برای شیطون، یعنی به نفع او. به همین سادگی این شدنیه. آقا روش بعدی تنبیه نفس. این بعضی وقتا تنبیه بشه، نه تو واجبات میه پله میریم جلو، تو مستحبات نگاه کن. آقا من رائفی میدونم، دائم میرم این ور سخنرانی، شب ساعت 2-3 نصف شب میرسم، میخوابم دیگه، ممکن نماز صبح چی بشه؟ بگید قضا بشه. پاشمم تنبیه دو رکعت نماز صبح قضا شدن، چه دو رکعت خوندن قضا شد دیگه. این فایده بگید نداره. خب معلومه میصرفه، واقعا این یکی واقعا میارزه. کله صبح خب 10 صبح خواب بیدار میشم میخونم. آه خدا مهربونه، اینجا باید خودت بر خود تنبیه بذاری. حالا من تنبیه خودمو میگم چی؟ تنبیه من اینه که دو رکعت نماز صبح اگه قضا بشه باید یک روز کامل نماز بخونم. شهید رجایی نزد تنبیه نفسش این بود، این میگفت اگر نمازم و اول وقت نخوندم فردا یه روز روزه باید بگیرم. اینم مستحبی نیست که بتونی بازش کنی یه نفر تعارف کنه به تو اینجور چیزا. شهید رجایی با خودش گفته بود که مثلا روزه در نظر گرفته، ایشون نماز در نظر نگرفته بود. گفتم اینا فردیه، نسخه های اجتماعی نمیشه پیچید، مصداقش با خودتون، ببینید چی بیشتر براتون سخته همونو بذارید. مثلا به صورت عادی تو ماهی یک بار نمازت قضا میشه، نماز صبحت. مثلا از روزی که این تصمیمو میگیری میبینی تو یه هفته 2 بار نمازت قضا میشه. میبینی کار کیه؟ کار خداست، عامل اجرای شیطون. شیطون میگه بدوید یه کاری کنید، آقا اون قدراشو میفرسته، نوچه های گردن کلفتشو میگه، میگه برید رو مخ این به یه جایی برسه عهدشو با خدا بشکنه. میدونید عهد شکستن آدم چیکار میکنه؟ قسی القلب میکنه. میگه بهترین فرصتی که فاصله بندازم بین این و خدا. میاد بلند میشه، ای بابا نماز قضا شد، شروع کن 2 رکعت که خودشو باید بخونه، چه وظیفته قضاشو 17 رکعت هم بخونه، فرداش دوباره میاد میخونه. آقا یه ماهی دو ماه اینجوری میگذره، ماهی یه بار شده ماهی 8 بار 7 بار میخونی. شیطون میده چی میگه؟ نوچاش نمیارز، داریم ضرر میکنیم، این بیشتر داره قضا نماز میخونه، از این به بعد باش کار نداشته باشی، داریم ضرر میکنیم، برای نماز صبح با این کاری نداشته باشید. باریکشالله. یه جایی میگه برید بیدارش هم بکنید.
حالا بید مرحله دوم جنگ شروع میشه. میدونی کی بیدارت میکنه؟ تایمی که اصلا نمیدونی قضای یا عدایه که گیر پاچ کنی. آره نمیدونی. برای اینم سریع یه نرم افزار ما نصب کن رو گوشیمون که این دقیقه رو من مد نظر قرار میدم. تازه اگر از یک دومه وقت از نماز گذشته بودم، یعنی وقت اذان که تو نماز بخونی تا طلوع آفتاب از وسطش گذشته بودم، دو رکعت دو تا نماز صبح دیگه همون موقع باید بخونم. یعنی این باعث میشد که بیفته به چی؟ تایم نیمه اول. تو نیمه اولم باشه عیب نداره. متوجه شد چی شد؟ یعنی قشنگ عینه یه آدم باهوش و هوشمند که جلوت قرار گرفته قشنگ مبارزه‌شو حس می‌کنی. به خدا قسم قشنگ می‌فهمی یه نفر داره باهات مبارزه می‌کنه. اصلا آدم خودشو در مبارزه با شیطان دیدن این باعث میشه شیشتونگ‌تر باشه. ما با شیطان قراره بجنگیم تو چی؟ تو مصعب. حالا ببین چی شده. شیطان باید بیاد پوست خودشو بکنه که شما نماز صبح تو یه خورده چی بخونی؟ دیرتر بخونی. اصلا کلاً این که نماز نخونی فراموش شد. فهمی چی پیش روی کردی تو دل دشمن؟ صحبت اینه که تو رو از یک مستحب بی باز بدارد تو دیر نماز بخوانی، چون نماز اول وقت ثوابش بیشتره. دیدی چه بازی تونست اون بازی خورد؟ نفست کامل میشه در اختیار خودت. به همین سادگی این شدنیه.